وقت شما عزیزان به خیر و شادی باشه. شاید بتوان خلأ هر نیازی رو در زندگی تا مدتی تحمل کرد، اما خلأ امید رو هرگز، زیرا که امید قوت فکر آدمی هست برای ادامه حیات که احساس او را نیز به وجد می آورد، برای همتی دوباره در مسیر رسیدن به اهداف. از این رو مسیح امید زنده تمام ملت ها شد برای هر کس که به او ایمان آورد، همان گونه که در نامه اول پتروس 1:3 نیز میخوانیم، اعلام میکنه: متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که رحمت عظیم خود ما را به وساطت برخاستن عیسی مسیح از مردگان از نو تولید نمود. برای امید زنده، تا بتونیم در این امید زنده این قوت رو داشته باشیم در کنار ایمانی که به مسیح داریم. پس اجازه نده هموطن عزیزم خبرهای منفی که به تو میرسه از هر موقعیتی تو رو ناامید کنه. به طور خاص وقتی که به مسیح ایمان آوردیم، اعلام امید کن در زمانی که اون خبرهای ناگوار میخواد تو رو پریشون کنه. نویسنده مزمور 71 نیز این گونه اعلام میکنه: در تو ای خداوند پناه بردم، پس تا به ابد خجل نخواهم شد. تا به ابد، یعنی هیچ روزی رو به عنوان روز ناامیدی نمیبینه. به عدالت خود مرا خلاصیده و برهان، گوش خود را به من فراگیر و مرا نجات بده. برای من صخره سکونت باش تا همه وقت داخل آن شوم، تا همه وقت در همه شرایط. تو به نجات من امر فرمودی، زیرا صخره و قلعه من تو هستی. خدایا مرا از دست شریران برهان و از کف بدکاران و ظالم، زیرا ای خداوند یهوه، یهوه خدای حقیقی است، یهوه خدای زنده هست. و میبینیم که نویسنده با تجربه‌ای که داره نام یهوه رو به عنوان خدای زنده اعلام میکنه: زیرا ای خداوند یهوه تو امید من هستی و از طفولیت اعتماد من بوده ای. تشویقتون میکنم که بقیه مزمور 71 رو بخونید، بسیار زیبا هستش و آرامش و قوتی میده تا ما بتوانیم به توسط روح القدس و ایمانی که داریم با امید زنده زیست کنیم.